مقام های ایران میگویند که نشست مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است برای بیان مواضع جمهوری اسلامی. سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک در میانه بن‌بست مذاکره های احیای برجام انجام میگیرد. هیچ برنامه برای مذاکره یا ملاقات با آمریکایی‌ها و با حاکمان آمریکا در این دیدار برنامه‌ریزی نشده و هیچ برنامه‌ای هم برای دیدار با آنها نداریم. اونچه که در این دیدار انجام خواهد شد مواضع جمهوری اسلامی است. سفری که میتوانست فرصتی برای گفتگوهایی رو در رو برای احیای برجام و رفع تحریم ها فراهم کند، حالا به گفته رئیس جمهوری ایران در راستای جهاد تبیین انجام میگیرد. عبارتی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهمن ماه پارسال آن را اقدامی واجب برای مقابله با رسانه های خارج از ایران خواند. یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن و نشون میدن. این یک کار عجیبی است که امروز انجام میگیرد. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است. در حالی که ابراهیم رئیسی میگوید خواستار روشنگری درباره جمهوری اسلامی است، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به تهران گوشزد کرد که فرصت احیای برجام در حال از دست رفتن است. همزمان کاخ کرملین میگوید که همچنان بر سر شماری از موارد اختلاف نظر وجود دارد. گرچه ابراهیم رئیسی احتمال دیدار با رئیس جمهوری آمریکا را برای رفع این اختلاف ها رد کرده، با این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتگو بر سر برجام را در جریان این سفر محتمل دانست. این که در حاشیه این نشست گفتگوهایی در خصوص موضوع هسته‌ای و مذاکرات رفع تحریم ها صورت بگیره، خب من این احتمال رو رد نمی کنم. به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خودش در موضوعات مورد علاقه دو جانبه و بین المللی استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع میز مذاکرات رو ترک نکرده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و علی باقری کنی معاون وی و مذاکره کننده ارشد ایران به همراه ابراهیم رئیسی به نیویورک رفتند. ایران از ایالات متحده خواستار تضمین شده که دیگر از برجام خارج نشود و همچنین میگوید که پرونده مکانهای اعلام نشده این کشور که مشکوک به غنی‌سازی اورانیوم در آنها هستند باید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته شود. این یک مجموعه فوق‌العاده پیچیده ای از مسائل است. البته مایه تأسف است که پاسخ ایران ما را به عقب برد و البته قرار نیست به توافقی برسیم که به نفع امنیت ملی آمریکا نباشد. اما این چیزی است که همچنان به دنبال آن هستیم. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند پاسخ ایران به پیشنویس احیای برجام ناامید کننده بود. فرانسه روز دوشنبه به ایران هشدار داد که پیشنهاد بهتری روی میز نیست. نازآفرین امیرزا خلیلی، رادیو فردا.